شیطون لعنت. من و قاسم بچه محل بودیم، یعنی تو یه مدرسه درس میخوندیم. البته از دوره دبستان با هم بودیم. من یک سال از قاسم بزرگتر بودم. توی مدرسه بودیم ولی توی کلاس نبودیم. ایشون یک کلاس از من بالاتر بود. قاسم به کارهای فنی علاقه من بود. تو قسمت پولوکوپی مدرسه کار میکرد. یعنی بعد از کلاس میمون تو مدرسه و میرفت به مسئول پولیکوپی کمک میکرد. از این را یه درآمدی هم داشت. سوالای امتحانی همونجا کپی میشد. تا اینکه البته اولیای مدرسه خیلی به قاسم اطمینان داشتن. تا اینکه سر یکی از امتحانا میزنه سوالا لو میره. اون وقت همه به قاسم مشکوک میشن. همینطور علکی مشکوک میشن؟ اینجور نیست نوکرتم. خب بچه جیگه بوده آقای قاسم آقا. یکی واسه من سوسه اومد. آقا این دروغه، اینطور نیست، من این کارو نکردم. خب شما از کجا مطمئنی که اینا همش کار فرهاد بوده؟ برای اینکه شاگرد زرنگه ایشون بودن، البته تو بعضی از درس ها، وگرنه جبر مثلثات همیشه میگرفت هشت. هشت؟ این مسائل چه ربطی داره؟ اصلا تو از کجا یادت جبر و مثلثات و هندسه؟ من همه چی خوب یادمه، مخصوصا قیافه آدم های خائن. اون قضیه پولوکوپیه چی شد؟ هیچی، یه وسط چسبودن به ما و خداحافظ، اخراجمون کردن. شرم‌آوره. پس چرا همه ماجرا رو تعریف نمی‌کنی؟ تو که حافظت خوب کار می‌کنه. این همه ماجرا چیه ها؟ همه ماجرا چی چیه؟ بگین ما بفهمیم دیگه. حالا که تو حرف نمی‌زنی من میگم آقای حافظه. من و قاسم تو یک مدرسه بودیم. قاسم و داداش جوادمون با هم خیلی رفیق بودن. به خاطر همین رفاقت منم با قاسم دوست شدم. چه اشتباهی؟ بله واقعا چه اشتباهی. من اغلب نمره هام خوب بود. به خاطر همینم بچه های مدرسه فکر میکردن قاسم به من کمک میکنه و پولیکوپی سوالا رو به من میرسونه. ولی واقعا هیچ وقت اینطور نبود، درسته؟ چون بهت نمیدادم. ولی من هیچ موقع از تو نخواستم. سر یکی از امتحانای مهم بچه ها رفتن سراغ ایشون. جواد داداشم و قاسم رشتهشون طبیعی بود، اما من ریاضی میخوندم. اینم پوز دادن داره. همه میدونن ریاضی ها یه تختشون کمه. نذار بگم به رشته طبیعی چی میگفتن، چون از بحث اصلی خارج میشی. خب چی میگفتن؟ آره بابا چی میگفتن؟ شیردون شکنبه. از شما اصلا قورت داده های که بهتره با اون خدکش های درازتون. خب داشتی تعریف میکردی، بعد چی شد؟ چی میگفتم؟ کجا بودم؟ تا اونجا که بچه ها تصمیم گرفتم برن سراغ قاسم پولیکوپی. اونا اومدن سراغ من که باشون همکاری کنم و بهشون رو بندازم، ولی من قبول نکردم. از بس قد بود. اونا میدونستن که جواد برادر من و با قاسم خیلی رفیقه، بنابراین میخواستن به وسیله من با قاسم ارتباط برقرار کنن. حتی پیشنهاد رشمم کردن ولی من نپذیرفتم. خیلی خب بابا، همه فهمیدیم که قبول نکردی، حالا چرا اینقدر به رخ میکشی؟ نه خیر، میخوام موضوع کاملا روشن بشه. وقتی از من ناامید شدن خودشون رفتن سراغ قاسم و پیشنهاد خودشون رو مطرح کردن. منم 40 تا پولوکوپی از سوالات تهیه کردم و گذاشتم کف دستشون. من اصلا همچه حرفی نزدم.
ببین جواد داداشم گفتش که چند بار خصوصی تو رو دیدن، یه پیشنهادایی با تو کردن که تو رو وسوسه کنن نتونی رد کنی. خب منم نگرانت شدم. رفتی نگرانی تو با اولیای مدرسه در میون گذاشتی؟ نه خیر، با تو در میون گذاشتم. بابا من رفتم به قاسم گفتم که بابا من از عواقب کار میترسم، من نگرانتم، یه مش از این حرفا. خب اون چی گفت؟ هیچی، زد تو ذوقم و گفت به خودم مربوطه، گفت قیم احتیاج ندارم، یه مش از این حرفا تحویلم داد. و بعد شما چیکار کردید؟ منو تهدید کردید؟ من این کار رو نکردم. تو منو تهدید نکردی؟ من فقط با محبت به تو هشدار دادم، اما تو جواب منو با داد و قال دادی. خب بعد هیچی، امتحان برگزار شد و همه 20 گرفتن به غیر از من. معلوم شد که سوالا لو رفته. اون وقت بازجویی مدیر و ناظم شروع شد. یکی از کسانی که متهم بودن من بودم. چرا؟ چون 20 نگرفته بودم. اونا خیال کردن من به عمد جواب چند تا از سوالا رو غلط نوشتم تا رد گم کنم. من احتمال رو رد نمی کنم. بعد وقتی از بازجویی بچه ها نتیجه نگرفتن، رفتن سراغ آقای اسدزاده مسئول پلیکوپی. ایشون هم معلوم شد که روز قبل مریض بوده و نیومده. تنها کسی که موند آقای قاسم بود. البته اونام زودتر تصمیم گیری کردند و سرکار رو اخراج کردند. خیلی عجولانه. البته شما توضیح ندادید چجوری به سرعت از شما رفع اتهام شد. آره بابا، چطور شد؟ نمرات سلس اول و دوم من باعث تبرئه شدنم شد. تازه من این امتحان آخری رو کمترم گرفته بودم. صبر کنید ببینم. در اینکه سوال حالو رفته بود هیچ شکی وجود نداره، درسته؟ درسته. نظر شما همین آقای پلکوهی؟ من نمیدونم کی این کارو کرده، اما من این کارو نکردم. وقتی که بچه‌ها به شما پیشنهاد دادن که شما سوالها رو بهشون بدین، شما عکس عملتون چی بود؟ هیچی، اول یکم دستشون انداختم، بعد پرتشون کردم بیرون. چرا؟ خب معلومه، برای اینکه نمیخواستم اون کار رو از دست بدم، چون به پولش احتیاج داشتم. منطقی، کاملا منطقی. پس کار کی بوده؟ این همون سوالیه که اون موقعم نتونستم براش جوابی پیدا کنم. بنابراین ساده ترین راه رو انتخاب کردن، تقصیرا رو انداختن گردن قاسم پلکوهی، چون نمیتونستن که همه کلاس اخراج کنن. شما اونجا چی کار میکردی؟ من هر روز یکی دو ساعت اونجا کار میکردم، جزوه های درسی رو تکسیب میکردم، بعضی وقتا هم ورقه و سوال های امتحانی رو. توی این مدت هم هیچ وقت حوصله خوندن چیزایی رو که تکسیب میکنم نداشتم. همه سوالای امتحانی رو؟ نه، فقط رشته ریاضی رو. چه درسای مزخرفی هم داشتم. غیر از شما کسی به سوالها و جزوه ها دسترسی داشت؟ آقای اسدزاده مسئول اتاق، مدیر مدرسه، ناظم و معلم مربوطه. هر کدومشون میتونه مقصر باشه. به خصوص مدیر و ناظم. آخه مدیر برای چی باید این کارو بکنه؟ ولی آقا جون، شما خودتون دیشب گفتین همیشه مقصر اون کسیه که از همه بیگناهتر به نظر میرسه. فقط تو فیلم اینجوره، اونم برای اینکه کار پوهارا آسان‌تر بشه. شایدم کار خود معلمه باشه. یک معلم هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. بابا تعصب شغلی نداشته باشین. پس بنابراین هر کسی رو میتونه متهم کنی. ببینم تو این اتاق پلیکوپی کسی دیگه هم قاچاقی میتونسته برو بیا؟ نه، اونجا کسی کاری نداشت، فقط اونجا دوتا دستگاه قرازه بود که همیشه یکیش خراب بود و زیر دست تعمیرکار. دستگاه؟ ببینم این دستگاه ها وقتی خراب میشد تعمیرکار میوردین بالا سرش یا اینکه دستگاه ها میوردین پلی تعمیرکار؟ مگه کسی میتونست اون جنازه رو تکونش بده؟ خب بفرمایید، پس یه نفر دیگه هم به سوالا دسترسی داشته، اون کسی بوده که تعمیرکار دستگاه بوده. آفرین پدر بزرگ. قابلی نداشت. یعنی تعمیرکار گناهکاره؟
چرا که نه؟ ممکنه بابا. امکان داره؟ آره آره آره، کار خودشه. آخه سوالای امتحانی به چه دردی تعمیر کار میخوره؟ شاید پسرش رو مدرسه درس میخونده. آه، حالا ما از کجا بفهمیم پسرش رو مدرسه بوده یا نه؟ اون که پسر نداشت، اون فقط 4 دختر کوچیک داشت. خب شاید سوالا رو برای دخترش میدوزیده. حالا شما چرا دارید دنبال دوست میگردید؟ مسئله من اینه که کی منو لو داده؟ خب معلومه، کسی که از این کار نفع میبرده. من که هیچ نفعی نمیبردم. خب شما بعد از اخراج هیچ اعتراض نکردید؟ چه کاری از دستم برمیومد؟ یه مدتی علاف گشتم، بعدشم رفتم سر کاری که جواد برام گیر آورده بود. شاگرد یه الکتریکی شدم. فهمیدم. جواد؟ یعنی کار اون بوده؟ نه خیر، ولی اون فکر رو که من تو رو لو دادم جواد به تو القا کرده. یعنی چه؟ من خیلی سعی کردم تو این مدت تو رو پیدا بکنم، ولی جواد با اینکه جای تو رو میدونست به من هیچی نگفت. اون همیشه سعی کرده که من پیش تو خراب کنه، با اینکه سالهاست تو رو میبینه ولی به من هیچی نگفته. برای اینکه نمیخواسته من و تو با هم رو به رو بشیم، برای اینکه از حقیقت میترسیده. از همون گذشتم همینجور بوده. جواد همیشه منو مقصر میدونه. همین آقا جون هنوزم فکر میکنه که من با پول دفتر علم الاشیا رفتم سینما. چرا؟ برای اینکه جواد اینجوری وانمود کرده. صبر کن نوکرتم، زیاد تون نرو. تا اونجایی که من یادمه داداشت همیشه هوای تو رو داشته. تو این سالها گهگاه که می دیدمش هر وقت صحبت از تو می شد ازت دفاع می کرد. یادته یه روز بچه ها می خواستن کتکت بزنن چجوری تار و مارشون کرد؟ نمی تونی بگی جواد بی معرفته؟ آخه تو چجوری دلت اومد با اون قهر کنی؟ مرده به این نازنینی؟ یادت یه روز میخواستیم ستایی از مدرسه فرار کنیم، از رو دیوار پریدیم تو خرابه، چجوری ما رو از محلکه به در برد؟ فرار کردیم؟ نه اینطوری نیست، حالا بعدم براتون میگم. یا اون روز که رفتیم بستنی خوردیم پولشو ندادی؟ چه شاله؟ یا اون دفعه که خاچاقی رفتیم حالا چقدر این حافظش را افتاده؟ یا اون روز که خیلی خب بابا جون قبول کردم، تسلیم. برادر بزرگ بنده خیلی هم با معرفته. همیشه چقدر ازت تعریف میکرد، چقدر بهت افتخار میکرد، میگفت فرهاد گل سرسبد ماست. یه اشکمو در نیار. اون ماجرای بستنی فروش رو تعریف کنیم؟ نه اون یکی که از دیوار مدرسه فرار کردین. بچه ها بریم به درس و مشقتون برسیم. اه؟ چجوری قاشقی میرفتین سینما؟ بچه ها آقای قاسم عزیزمون خیلی خسته است، اجازه بدین یه خود استراحت کنه. چایتونم که میل نکردین، مون سرد شد. سارا بابا این چایی رو عوض کن، سرد شده. ممنون، من چایی نمیخورم. اگه اجازه بدید مرخص میشم. خواهش میکنم آقا قاسم. حالا ما تازه نمیسیم. خواهش میکنم در خدمتون باشی. همه قضیه پولیکوپیا رو روشن نکردیم. حالا خیلی کار داریم. کار من نبوده. میدونی ما خواهیم این کاری کی بوده؟ کی شما رو لو داده؟ شما باشی برم برم. منم با عزتون برم و آلبوم های گذشته رو بیارم تجدید خاطرات بشه. بله ببینم جبر و مثلثات بقیه درسه بابا خوب بود؟ فیزیک، علم الاشیاء. علم الاشیاء که درس اونا نبود، مال رشته طبیعی بود. راستی یه سوال، یعنی بابا فوتبال هم بازی، فوتبالش خوب بود، چجوری بود؟ والا یکی دو بار اومد بازی کرد، یه لغت خورد تو پاش دیگه نیومد. چطوری از دیوار مدرسه تا رفت بالا؟ خب دیگه گفتم که بچه ها فوتبال اوه عجب شوتی. الان داره نبود نشون بده. باید تماشا کنید. خب از اول سلام. سلام قاسم جان، چطوری؟ ممنونم. زنگ گرفتی؟ بله. چند تا بچه دارم؟